21 حقیقت جذاب و باحال در مورد سریال شرلوک تو این قسمت برنامه 21 فکت. سلام، من رضا سلاح‌ورزی هم اونجا پلی بک. تو این قسمت میریم سراغ شخصیت محبوب قصه های معمایی، یعنی آقای شرلوک هولمز، و چند تا فکت اول در مورد خودش میگیم، بعد میریم سراغ سریال شبکه بی بی سی با بازی بندیکت کامبربچ دوست داشتنی. یه رأی‌گیری روی کانال یوتیوبمون داشتیم و کلی کامنت روی صفحه آپاراتمون که درخواست برای 21 فکت این سریال بود. خدمت شما. برو بریم. شماره 1. بچا ببینیم پلی بک. شخصیت شرلوک هولمز اولین بار توی کتابی به اسم استادی این اسکارلت، یا مطالعه در مورد اسکارلت، یا تحقیق در موردش، یا یه همچین چیزی، سال 1887 معرفی شد. آقای آرتور کانن دویل، خالق شخصیت شرلوک هولمز، وقتی که کتابش چاپ شد فقط 27 سالش بود و وقتی که معروف شد و تو کل دنیا همه عاشق شرلوک هولمز شدن، لقب سیر رو هم از ملکه انگلستان برای اشاعه فرهنگ بریتانیایی گرفت. یه مدت توی ادبیات دنیا امپراتوری کرد آقای دویل با سری داستان شرلوک هولمز و بعدش دیگه خسته شد ازش و توی قصه فاینال پرابلم یا مشکل نهایی توی یه مبارزه با آقای موریارتی شرلوک رو کشت. بعد کلی ناشر ریختن سرش که جون مادرت بیا یه قصه بنویس و دوباره زندش بکن، ما هر چی که بخوای بهت میدیم. آقای دویل هم دریغ از یه ذره پافشاری روی تصمیمش سریعا قبول کرد، یه قصه نوشت و برش گردوند. تو سریال هم همین اتفاق رو به یه شکل دیگه دید. قبل ادامه، اگه محتوای کانال ما رو دوست دارین لطفاً این ویدیو رو لایک بکنین و کانالمون رو سابسکرایب بکنین، چون روی رشد کانال خیلی بهمون کمک میکنه. دمتون هم گرم. خیابون بیکر استریت لندن انقدر از سر تا تهش نشونه های شرلوک هولمزی داره که وقتی بی بی سی میخواست سریالشو بسازه مجبور شد بره 4 تا بلوک پایین تر و توی خیابون گوور شمالی لوکیشن رو بنا کنه. یه موزه داره اصلا شهر لندن برای شرلوک هولمز که اگه تشریف بردین اونجا خیلی سرراسته، راحت میتونین پیداش کنین. بیکر استریت. شماره 221 بی، خیابون بیکر استریت، آدرس موزه است. آقای مت اسمیت که به خاطر بازی توی سریال دکتر هو میشناسیمش، اولین گزینه برای بازی نقش جان واتسون بوده، ولی بعد دورخانی با کل گروه پشیمون میشن میذارنش کنار. و خود آقای اسمیت هم توی مصاحبهش با رادیو تایمز گفته بود وقتی شروع کردیم با بندیکت خوندن فیلمنامه انگار دو تا شرلوک تو اتاق بودن. اون زمانی که آقای مارک گیتیس و آقای استیون موفات تصمیم به خلق این سریال گرفتن، بندیکت کامبربچ بازی میکرد ولی چهره شناخته شده ای مثل الان نبود. اینو اولین بار کامبربچ رو تو فیلم آتونمنت اینا اولین بار بندیکت کامبربچ رو توی این فیلم کفاره دیدن و انتخابش کردن و این در صورتیه که بندیکت اونجا حتی نقش اول هم نبود. اگه به کست بازیگرای سریال توجه بکنیم متوجه میشیم که تا قبل شرلوک هیچ کدوم از این بازیگرا چهره شناخته شده و معروفی نبودن. آقای گیتیس گفته چون تصمیم اون این بود که از یه قصه کلاسیک یک روح تازه بیرون بکشیم، به خاطر همین ترجیح دادیم از بازیگرای کمتر شناخته شده استفاده بکنیم تا داستانمون تر و تازگیشو از دست نده. آقای مارتین فریمن واسه مصاحبه اولش که داشته میرفته خیلی بی‌اعصاب و بی‌حوصله بوده، تا جایی که اینا فکر کردن اصلا علاقه به نقش نداره. بعد که ازش پرسیدن گفته نه بابا، توی راه که داشتم میومدم اینجا کیف پولمو زدن. این ماجرا گذشت و چند سال بعد شبکه بی بی سی باهاش یه مصاحبه داشته و مجری در مورد همین دزدی ازش سوال می‌کنه. آقای فریمن اصلا یادش نمیاد. این شد که خیلی ها گفتن حالا به هر دلیلی اون روز حوصله نداشته، این قصه دزدی کیف پول از خودش در آورده. بندیکت کامبربچ نشسته قبل شروع تولید تمام کتابای شرلوک هولمز، حتی دست نوشته های دویل هم خونده تا بتونه ارتباط نزدیکتری با شخصیتش برقرار کنه. از اون ور آقای اندرو اسکات بازیگر نقش موریارتی هیچ کدوم از کتابای شرلوک هولمز رو نخونده و اصلا سمت شخصیتی که کانن دویل ساخته نرفته. چرا؟ چون میخواسته این شخصیت شروری که واسه جیم موریارتی میسازه هیچ شباهتی به اون که همه خوندن و دیدن نداشته باشه، اصطلاحاً یونیک و دست اول باشه. خانم آماندا ابینگتون بازیگر نقش مری واتسون در اصل پارتنر آقای مارتین فریمنه و یه جوره میشه گفت خود آقای فریمن پیشنهادش داده برای این نقش. البته پیشنهاد که نداده، گفته یا آماندا این نقش رو بازی میکنه یا منم نمیام. گروکشی میکنی؟ نه حالا، ولی انصافا انتخاب درستی بود، روی نقش خیلی خوب نشسته بازیش. شخصیت مالی هوپر توی قصه های شرلوک هولمز اصلا وجود نداره، توسط سازنده های سریال خلق شده و اصلا هم قرار نبوده که نقش پررنگی داشته باشه، ولی بازی خوبه بازیگرش خانم لوئیز بریلی
و رابطه‌ای که با شرلوک براش نوشته بودن جواب داد، مخاطب خوششون اومد، به خاطر توی فصل‌های بعدی نقشش رو پررنگ‌تر کردن و اصلا رفت جزء نقش‌های اصلی. آقای دیوید کامرون نخست وزیر سابق انگلستان برای نشون دادن رابطه خوبش با مردم چین اومد یه اکانت روی اپلیکیشن ویبو یا ویبو که تلفظ درستش رو نمی‌دونم باز کرد. حالا ویبو یا ویبو بزرگترین شبکه اجتماعی کشور چینه و ایشون هم این کارو کرد که با مردم اون کشور در ارتباط باشه. و فکر میکنین بیشترین خواسته چینی ها از نخست وزیر انگلستان چی بود؟ مراحل تولید سریال شرلوک رو سریع‌تر پیش ببرین تا فصل بعد زودتر بیاد. تو قسمت یک فصل سه قبل از اینکه ماجرای کامل پریدن و زنده موندن شرلوک رو بفهمیم، چند تا تئوری مسخره و بامزه بهمون نشون میده که هیچ کدوم ایده نویسنده های سریال نبودن. اینا اومدن نظرات و پیشبینی های مردمی که این ور اون ور نوشته شده بود خوندن و از توش این چند تایی که دیدیم و درآوردن به قصه اضافه کردن. یعنی در اصل اینایی که دیدیم تئوریای طرفدارا از نحوه زنده موندن شرلوک بود. عوامل تولید هیچ وقت از دیدن استیون موفات سر صحنه فیلمبرداری خوشحال نمی‌شدن. قضیه چیه؟ ایشون کلاً تمایل به حضور سر صحنه فیلمبرداری نداشته و هیچ وقت نمی‌اومده مگر اینکه به یه دردسری می‌خوردن یا یه اتفاق بدی می‌افتاده. به خاطر همین تیم تولید هر موقع سر صحنه فیلمبرداری می‌دیدنش دیگه مطمئن بودن که یه اتفاق بد یا افتاده یا قرار بیفته. یکی از معروف‌ترین المان‌های شخصیتی که شرلوک هولمز داشت اون قصر ذهنی بود که میرفت اون تو میگشت. جالب اینم بدونین که این قصر ذهنیه هم توی قصه های کویل نبوده. چی گفتم؟ کویل؟ کانن دویل رو قاطی کردم. جالب اینم بدونین که این قصر ذهنیه تو قصه های کانن دویل نبوده. توی هیچ کدوم از نسخه های قبلی فیلم و سریال های شرلوک هولمز هم ندیدیمش. ساخته خود نویسنده های همین سریال. آقای مارتین فریمن از سیبیل متنفره. واسه این قسمت 10 مدل مختلف تست کردن تا بالاخره یکیشو اوکی داده، ولی باس آخر کار تعامل نکرد. نویسنده ها رو مجبور کرده صحنه ها رو عوض بکنن تا زودتر سیبیلاشو بزنه. این صحنه که به نظر من یکی از بهترین سکانس های سریال هم هست، تو استخر بریستول لندن فیلم برداری شده و لوکیشن رو خود گیتیس انتخاب کرده، چون واسش حس نوستالژی داشته به خاطر اینکه توی بچگی اینجا شنا کردن یاد گرفته بوده. طرفدارای انیمه میدونم زیاد داریم تو مخاطبامون. ما روی اینستاگرام برنامه یه مخاطب خیلی خوب داریم به اسم یاشار. آقای یاشار که این یکی دو ماه اخیر به تنهایی آقای یاشار سوراخ کرد پهلوی منو برای برنامه اتکان تایتان. یاشار جان این برنامه اختصاصاً تقدیم به شما. یاشار سلام. با ما دیگه. یاشار جان این فکتم تقدیم به شما. یه مانگا بر اساس شخصیت شرلوک بی بی سی وجود داره که به نظرم تلفیق باحالی میتونه ازش در بیاد. خودم دوست دارم بخونمش. حتی اگه یه انیمه هم ازش بسازن میتونه کار جالبی بشه. ملت که آدرس لوکیشن خونه شرلوک رو پیدا کرده بودن از ساعت 5 صبح میرفتن اونجا وای میسادن تا لحظه اومدن بندیکت کامبربچ از دست ندن. آقای گیتیس هم گفته این جمع شدن مردم انقدر دردسر براشون درست کرده که مجبور شدن بعضی میزانسنا رو اصلا عوض کنن. واسه فصل 4 هم تلاش کردن کمتر پلان خارجی رو بنویسن که دردسر کنترل کردن مردم کلا نداشته باشن. کامبربچ توی این سریال خیلی خوب ویالون میزد. آیا میدونستید که ایشون اصلا ویالون زدن بلد نیست، فقط اداشو در می آورد؟ دمش گرم واقعا. من یکی بعد سریال شرلوک واقعا فنش شدم. قدرت بازیگری بی‌نظیری داره و اوجش رو میتونید توی سریال پاتریک ملروز ببینید. قبلا توی یه برنامه سریال پاتریک ملروز رو معرفی کردم، اینجا میتونیم برنامه‌شو ببینیم. ساختمون اپل دور که توی فصل سوم سریال دیدیم در اصل مال یک آقای مهندس بسیار موفق و پولداری به اسم دیوید مک مورتریه که اصلا اونجا هم زندگی نمی‌کنه. همینجوری بیکار انداخته بودش یه گوشه، اینا هم واسه سریال ازش قرض گرفتن. حالا چرا از اونجا استفاده نمی‌کنه؟ چون همسر ایشون معتقده این خونه خیلی پرزرق و برقه، من راحت نیستم توش زندگی کنم. بندیکت و مارتین بعد سریال شرلوک توی یه پروژه مهم دیگه هم با هم همبازی شدن. میدونین کجا؟ سال 2013 فیلم Desolation of Smog یا ویرانه اسماگ قسمت دوم از سگانه هابیت. مارتین فریمن که بیلبو بود و بندیکت هم صدا پیشگی اسماگ رو انجام میداد. اپیزود نشکش‌های خالی با 12 میلیون تماشاچی بیشترین و بانکدار کور با 8 میلیون تماشاچی کمترین بازدید رو برای این سریال داشتن. نشکش‌های خالی که همون قسمت 1 فصل 3 که زنده شدن شرلوک رو توش دیدیم، بانکدار کور هم قسمت دوم فصل اوله، همون داستان قاچاقچی های
چینی. اینم از 21 حقیقت در مورد سریال جذاب و محبوب شرلوک. اگه شما هم از طرفدار بندیکت کامبربچ محبوب هستین، من قبلا دو تا برنامه دیگه هم از کارهاش ساختم اینجا. میتونی اینا رو هم تماشا بکنید. دمتون گرم که تا آخرش با ما بودین. اگر که ویدیو رو دوست داشتین لایک بکنین لطفا و صفحه ما رو فالو بکنید. خیلی مخلصیم.